از شیخ محمد هدایتی مدیر شبکه ماهواره سلام از میشیگان پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. حاج آقای هدایتی سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. حاج آقا به نظر شما چرا مخالفان مذهبی حکومت‌های تمامیت‌خواه از سایر مخالفان اهمیت بیشتری دارن و چرا نهادهای حقوق بشری از جمله خانه آزادی به آنها اشاره نمی‌کنه؟ بفرمایید. ادب دارم خدمت شما و بینندگان عزیز. ممنونم. این خواهش میکنم و همچنین از تسلیت به مناسبت ایام عزاداری سید شهدا علیه السلام بر بریم. این مهم هست این مطلب که از دو منظر به اون میتونیم ما نگاه کنیم. یک نگاه عامی وقتی به جامعه بشری میکنیم و نگاه گسترده و وسیعی میبینیم جامعه بشری به هر شکل اینها مذهبی هستند. پیروان ادیان آسمانی و حتی مذاهب و مکاتبی که به عنوان دین مطرح هستند. پس جامعه بشری امروز دنبال میکنن یک مذهب و یک ایده و یک عقیده هم از این که آسمانی یا غیر آسمانی باشه. پس توده ها و مردم اهمیت فوق‌العاده به دین و مذهب میدن. فارغ از این که حالا استثناء در تابع و پیرو به شرایط خاص زمان برخی از کشورها ممکنه نوعی دین ستیزی یا دین گریزی داشته باشن. این نکته اول که بسیار مهم هست. جامعه بشری امروز جهان انسانیت مذهبی هستن. به همین معیار و مقیاس روی کرد اونها، مخالفت اونها، کنش و واکنش های اونها نسبت به حاکمیت های مختلف حائز اهمیت هست. و اما چرا برخی از نهادهای تبلیغاتی یا اینها نوعی غفلت درش در مطالعاتشون هست اینه که اینها باز یا غفلت هست که باید به اینها اطلاع رسانی دقیق بشه و یا اینکه تعمدن باز نوعی مخاطب دینگریز یا دین ستیز رو میخوان پوشش بدن. به همین جهت اینها بایکوت خبری میکنن جامعه مذهبی رو و فعالان مذهبی و دینی رو و بیشتر این ضرر رو همین نهادها میبرن. همچنان که ما میبینیم در مقابل حکومت هایی که به نام دین رویکرد استبداد مذهبی و دینی رو دارند اینها همچنان پیشرو هستند در اجرای اهداف مستبدانه خودشون. پس ما باید به این مسئله توجه داشته باشیم که جامعه بشری اولا به طور عام و گسترده مذهبی هستند، فارغ از این که حالا اسلام یا غیر اسلام، مسیحیت یا ادیان آسمانی یا غیر آسمانی. دوم این که این جوامع یا نهادهای سیاسی یا حقوقی اینها نوعی غفلت دارند و یا آمدانه بایکوت خبری میکنند فعالیت گروه های مذهبی و احزاب دینی را. بله ممنونم از همراهیتون. با تشکر از شیخ محمد هدایتی مدیر شبکه ماهواره سلام از میشیگان که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.